خونده باشید لپه اندیزیرابل مال گالبرایت که در 1979 چیز شد انتشار یافت. در اونجا گالبرایت میگه که برای جلوگیری از جنگ های جهانی بزرگ کشورهای صنعتی تصمیم بر این میگیرن که جنگ های منطقه‌ای به وجود بیارن در جاهای مختلف دنیا. و گالبرایت خودش در اون کمیسیونی بوده که در واقع باید از نظر مسائل اقتصادی این قضیه رو بررسی میکرد. به نظر من هنوز اون سیاست ادامه داره و گالبرایت از اون کمیسیون میاد بیرون. میشناسید یا اقتصاددان بزرگ امریکا از این کمیسیون میاد بیرون و به نظر من اون سیاست کماکان ادامه داره. این یک نکته. سازمان ملل به نظر من موقعی مشروعیت خواهد داشت که نمایندگان دولت‌ها درش تصمیم نگیرند، بلکه راهی پیدا بکنه که نمایندگان ملت‌ها، انتخاب شده ملت‌ها برن توی تصمیم گیری. و این یکی از مسائلیه که باید مطرح بشه. توی سازمان ملل شما دو ارگان تصمیم گیری ها رو دارید که نمایندگان دولت ها هستن یا آدم های کارکان زحمتکش، استاد و نمیدونم روشنفکر و اینایی دارید که زحمت میکشن، کار میکنن، 20 سال 30 سال توی اون راهروها رفتن اومدن و این تزها رو مطرح میکنن و به جایی هم نمیرسن. و موقعی این و کوشش اونها در همین زمینه هاست. به نظر من سازمان ملل مشروعیتش رو تا موقعی که از دولت‌ها و دولت‌ها که نمایندگانشون نمایندگان کسانی است که طرفدار سرمایه و زور هستن، تا موقعی که این باشه مشروعیت سازمان ملل زیر علامت سواله. ولی بدون معنا نیست که منشور جهانی و بشر درست است. این دو چیز رو باید از هم جدا کرد. مرسی.